به عنوان معترض میگویند که شام روز چهارشنبه پلیس کابل با آنان هشدار داد که یک انتحار کننده قصد حمله را بر آنان دارد و از اعتراض کنندگان خواست تا چادر اعتراضشان را ترک گویند. یک دز یک صدا شد، فکر کنم اینا صدا را هوایی فایر کردند و اینجا یک بابر قیواسکت رایی کرده بودند. اگر او واقعا واسکت این تاری می بود چرا انفجار نکرد؟ بابا واسکت انداخت چبلیش ایجا است. کلی چی منگا لر دو فرصت پیدا کرد و طول خیمی او دقا زمانگا چه جنس چید پا خیمه که او دایی طول رواغز دست ندونه او دایی زن سروی بوده. این بانوان معترض می گویند که این رویداد بهانه‌ای به دست نیروهای امنیتی داد تا چادر اعتراض آنان را بردارند. شورای امنیت حکومت پلون و سبا که منگ تیروسل جو تاستا کمیتا جوڑو تاستا در جمهور ملاقات ده اما متاسفانه ایسا اونو شو رئیس جمهور لار قندهار تا منگ پسی انتحاری را ولیگم. این بانوان از 3 ماه بدین سو در نزدیک ارگ و سپیدار چادر برپا کرده بودند و میخواستند که عدالت اجرا شود. باید اگر تاییم میشد اما عرایزشان یا خواستشان گرفته میشد و خواستشان رسیدگی میشد. در تمام دنیا کسی اعتراض میکنه اعتراضش میشنه. متاسفانه در افغانستان من تاسف میکنم که فرمثال اعتراض امی دوستا را کسی نشنید. این نامزدان از حکومت میخواهند تا با ایجاد یک دادگاه ویژه به شکایت های آنان رسیدگی کند. نیاز است تا در قدم فعلی یک کمیسیون توسط رئیس جمهور ایجاد شود تا حرفای از اینا شنیده شود که اینا چه دارن؟ میرمنی چی بر حق دی دوی خپل آواز پورته کرده دی دوی سرک سر پراته دی اما رئیس جمهور دوم را کبرجن دی چی دوی یواری نگواری او دغا نهادون هم باید مزایره کرده وی باید خپل ناری سوری پورته کرده وی. این نامزدان معترض از 12 ولایت پس از آن چادر اعتراض برپا کردند که در انتخابات مجلس پیروز شناخته نشدند و نتوانستند به مجلس نمایندگان راه یابند. آنان سندهایی در دست دارند که به گفته خودشان نشان دهنده تقلب‌های گسترده در انتخابات مجلس نمایندگان هستند.